دادگاه نوعی شهر بینکه شهر مسکوه شهروند تاجیکستان شورت سلیموف را با جرم حمله و لتکوب همجنسگرایان به 4 سال و 6 ماه زندان محکوم کرد. استیمول یک سازمان حامی حقوق همجنسگرایان مسکوه گفت شورت سلیموف با شریکانش با یک همجنسگرای زاده آسیای میانه با نام شرطی علی در یک گروه اقلیت‌های جنسی در ادناکلاسنیک شنا شده، بعد چندی او را به ملاقات به بوستانسرا در نوای مسکوه دعوت کردند، ولی در راه به بوستانسرا آنها علی را شدتاً لتکوب کرده مجبور کردند که در ویدیو کامیرا از همجنسگرایی توبه کند. آنها کردار علی را شرمندگی برای مسلمانان نامیده ثبت او را به خویش و تبارش فرستادند و پول و تلفن او را گرفتند. گفتند که وقتی پول و تلفنش را برمیگردانند که او به مسجد پرسپکت میره آمده نماز خوان شود، ولی علی بجای مسجد به سازمان استیمول و سپس به پلیس مراجعه کرده است. شورت سلیموف بعد چند زمان دستگیر کردند که یک همجنسگرای دیگر را درس تربیه میداد. نظر خود شورت سلیموف دسترس نیست، ولی استیمول ادعا دارد که این مهاجر تاجیک که پیش در ساختمان کار میکرد عضو گروه جنایتی است که همجنسگرایان از آسیای میانه را پیدا کرده جزا می دهند. این نخستین چنین مورد جزای خودسرانه نمایندگان اقلیت‌های جنسی زاده تاجیکستان از سوی هموطنانش در روسیه نیست. سال 2019 دادگاه شهر کراسنگورسک ولایت مسکوه یک شهروند تاجیکستان را برای حمله و غارت یک هموطن همجنسگرایش به 9 سال زندان محکوم کرد. گفته می شد که یک گروه زادگان تاجیکستان با روی فریب یک هموطن همجنسگرای خود را به ملاقات به کراسنگورسک دعوت کرده در بوستانسرا دست و پایش را بسته سخت لتکوب کردند و از وی پول خواستند، اما به جبر دیده میسر شده است که روز دیگر از دست گرفتگیرها فرار کرده به پلیس مراجعه کند.